سلام، صبحتون بخیر. آره، صبح نزدیک به ظهرتون بخیر. ما اومدیم با یه لایف مدل خوشگل امروزمون برای بازدید عروس امروز. جینوسشون در حال کار کردن هستن. سلام، شماره لنزشون نمیدونیم چیه، رنگش چیه لنزتون؟ سولیتر. بچه همونطور که میبینین کارم بدون فیلتره. تمیزی پوست رو ببینین، امروز هم بازدید عروس داریم، ساعت 2 تا 4 منتظرتون هستیم. کرم پود چه استفاده کردید جینوس جون؟ کرم پود استفاده کردیم، زیرساز سایه چه استفاده کردیم؟ زیرساز سایه‌مون تارت داریم. تارت بله عزیزم، موجه هاشون رو دونه ای کار کردیم. پودر فیکسر لورا، مرسی. عزیزم هایلایتر هم از هایلایتر هدا بیوتی. خیلی ممنون از نظرهای خوبتون. عزیزم خط چشمتون مکه، اگه گوشه چشم پاک میشه شاید فیکه، چون مکه اصلا پس نمیده. البته یه دلیل دیگه هم سو پس دادن گوشه چشم هست، اگه مکه هم باشه هست، اونم این که اگر به زیرش هایلایتر، یعنی گوشه چشم هایلایتر زده باشین، زیرش هم کانسیلر یعنی خوش نکرده باشین با هایلایتر، در واقع یه سایه شاین خوش بکنین، چون پیگمنت خود هایلایتر هم در واقع یه ذره چربه، ممکنه اونم باعث بشه. ولی در این حال بهترین گزینه برای گوشه چشم هم مکه، یعنی بهترین کیفیت و خط چشم مک داره. جینوشون میپرسن که لورا مرسی بهتره یا بنای خودرفیس؟ جفتش خوبه. خب لورا مرسی برنده، کیفیتش بهتره، ولی خب بنای هم خیلی خوبه. سایه‌ای که زدید چه مدلیه؟ گوشه تیره. جلوی چشم روشن کردیم، یه گوشه تیره برمیدیم. کرم پودر رولوشن خوبه؟ رولوشن هم خوبه، فقط خیلی پوشش زیاد نیست. برای کشیدن ابرو از چی استفاده میکنید؟ برای کشیدن ابرو اول لیفت میکنید. ببین الان ما لیفت کردیم ابروهاشون رو که حالت خط خط بشه، بعد لایه اینا رو با آکوا هاشون میزنید. جینوس چون میگن هایلایترتون رو میشه یه بار دیگه نشون بدید؟ هدا بیوتی مدل پینک هم هست. جنسو میپرسن که گوشه داخلی چشم و چه هایلایتری زدید؟ خیلی کارا روش کردیم، فقط هایلایتر نیست، اول روشنش کردیم، از یعنی در واقع خیلی روشن بود، از پشت ادامه چشم در آوردیم، بعد روش سایه خیلی روشن رو فیکسش کردیم، بعد هایلایتر زدیم. عزیزم لیفت رو با ژل لیفت انجام دادیم.
مرحله لایو سیف میکنیم. اسم کرم منظورتون کرم پودرشه؟ کلاس ها رو هم لطف کنید دایرکت پیام بدین، راهنماییتون میکنم. مارک ژل لیفت ابروشون هم ول مکس هستش. بچه ها ببینید این برند لیفت ابرومونه خیلی با این راحت لیفت میشه، چون ببینید براشش توشه دیگه، نمیخواد یه براش جدا در واقع رو استفاده کنید، داخل همین هست و میزنید. سعی کنید که قبل از کرم پودر هم بزنید که هم لیفتتون کرم پودری نشه، همینا که بالای ابرو نماسه. وقتی که اول کرم پودر میزنید بعد لیفت بذاره میماسه. میگن چی کار کردید که پوست انقدر تمیز در اومده؟ فوتوفن کوزگر. کرم پودرشون رو یه بار دیگه میگین چی بود؟ کرم پودرمون استیلادر زنیم، یه خوردن با نار سوشنش کردم. لیفت ابرو رو عزیزم گفتیم از ژل ابروی ول مکس، از پیج شیما گرفتیم، از پیج شیما میتونین تهیه کنید. خودش فقط این برند رو داره، هم کیفیتش خیلی خوبه، هم قیمتش، هم اینکه کار کردن باش خیلی راحته. عزیزم خط چشمتون که خوش میشه، شما باید از این قطره استفاده کنی، ولی اونم تا حدودی میشه مثلا درستش کرد. خط چشم موقع استفاده باید برعکس بذارید که هوا نکشه. بچه خط چشمتون که خوش میشه، قطره اینگلوت فقط میتونه اونو احیا بکنه. خب بعدش اینه که یه ذره خط چشم میماسونه، اینه که سعی کنید به اون مرحله نرسونه خط چشمتون قبل از اینکه خیلی خوش بشه. خط یعنی اگه خیلی خوش بشه که کاری نمیشه کرد، ولی یه ذره که سفت میشه با یه سوزن همش بزنید خط چشمتون رو، همون هم زدن باعث میشه دوباره بهتر بشه، یعنی تا یه مدت طولانی میتونید دوباره ازش استفاده کنید. بچه برای زدن هاشور ابرو هم مارک گیر ماس خوبه، هم کریر لاین. بچه این قلم هم خیلی برای خط چیز هاشور ابرو راحته، یه قلم سرکش خیلی نازکه. این هم از پیج شیما من گرفتم. همه کسایی که کلن هاشور زدن براشون خیلی مشکله، با اینکه کار میکنن میگن خیلی ربونه خوبه، چون به قدری نازک میندازه این تار خود ابرو. چینست چون میگن چرا با کانتور روشنم پیشونی رو وقتی هایلایت میکنم بعد از خوش کردن با پودر گل میشه؟ اینجا؟ بله. ببینید من خودم روشم اینه که اینجا رو کانسیلر نمیزنم، به خاطر اینه که وقتی یه تایمی بهش میخوره، چون ببینید زیرش کرم پودر خورده، روشم کانسیلر، بافت کانسیلر هم خب قلیستره دیگه، اینجا هم که معرض ماسیدگیه، یعنی برق افتادن، بیشتر کانتور یعنی ترکیب صورت با گونه و بینیه. اینی که من اینجا رو خیلی کانسیلر بزنید، اینجا رو من خودم به هیچ وجه با کانسیلر روشن نمی کنم، اینجا رو هم کانسیلر نمیزنم، به خاطر اینه که خیلی زود میماسه. این خط رو سعی میکنم با پنکیک بندازم که روشن‌تر بشه، اینجا رو کانسیلر نمیزنم، چون جاهایی که تو معرض عرق کردن و ماسیدگی شما سعی کنید کمتر کانسیلر بزنید، یعنی روشنیتون خیلی با کانسیلر انجام ندید. بله عزیزم، نارس رو با استیلادر ترکیب کردم. قلم ابروشون هم مارک خاصی نیست، از پیج شیما میتونین تهیه کنین. آکوا رو میگن میشه نشون بده این جنس چون؟ ببینید این از پالت خود کریولای من برآوردم که همه رنگ توش داره، نشکیش رو برای ابروهایی که رنگ نکرده از نشکی استفاده میکنم و قطعه هم که از کریولای این هم خیلی قدیمی هم گیریماس هم دارم یه دونه. کلن این برند ها برای آکوا برای کشیدن ابرو خیلی خوبه. قلم ابرو شما عزیزم گفتم از پیج شیما میتونین تهیه کنین. برای کلاس هم لطف کنید دایره پیام بدین.
کانتور پوپا چشون شماره 7ش. جنس چون شماره استیلادر هم میگن میشه بگی. 2W1. برای پیج شیمام لطف کنین دایرکت بدین. کانتور پوپا گفتم شماره 7ش خوش رنگه. خیلی ممنون عزیزم. شماره کرم پودر هم گفتیم دیگه. لایومو سیو میشه میتونید ببینید. گفتش روشگونه از چه برندی استفاده میکنید؟ برند مک. کرم پودر نارس برای پوستای خشک خوبه. لنزتون رو یه بار دیگه میگین. سولیتر به برند رویال ویژن. کرم پودر فور ایور هم خوبه. کرم پودرش بچه ها جزوه کرم پودرهای با کیفیت و قیمت مناسبه. جینوس رو میگم برای پوست سفید هر کرمی میزنم تیره میکنه، چی استفاده کنم که هم رنگ پوستم بشه؟ پوست سفید؟ بله. خب ببینی برای شخصی میخوام؟ نگفتم. مارک خط چشمشون مکه. ما کرم پودرا رو همه را خود هم ترکیب میکنیم، نمیتونم تک رنگ بگم که چی مناسبه، چون ما رنگ های کرم پودرا رو روشن روشن و تیره تیره انتخاب کنیم که بتونیم رنگ سازی بکنیم برای پوست مشتریمون. ولی اگه بخوام تک رنگ بگم که مثلا بگم برای فقط سفید پوست چی بزنیم، خیلی شماره مناسبی نمیتونم معرفی بکنم، چون ما خودمون تو ترکیب در میاریم. روژ لب برند خوب معرفی کنیم و چیکار کنیم که ماندگاریش بهتر بشه؟ همین کاری که دارم من میکنم، بعد از اینکه خط لب زدیم خط لب رو توی لب پخش میکنیم. این باعث میشه که از هر برندی بخواین استفاده بکنیم روژ لب پاک نمیشه و اینکه حالت مخملی میشه، دوامش رو میبره بالا، چون بافته خط لب خشکه. وقتی توی پوست میکشیم، توی پوست لب میکشیم، روژ لب رو خیلی فیکس میکنه. گفتن کرم پودر استیلاده رو با اورال میتونیم ترکیب کنیم. خط لبتون؟ خط لب برند صافونه از کارخونه خود لچیکه، یعنی کیفیتش مثل لچیکه، نرم و روونه. اسم مداد لبمون لچیکه عزیزم. کرم پودر هودا بیوتی با چی ترکیب کنم؟ ببینیم هودا بیوتی فقط مخصوص پوستای چربه، چون که جزء کاور سنگین است، اونا که کاورش بالاست خیلی مناسب پوست خشک نیست. اگر که برای پوست چرب میخواین که به تنهایی میتونین استفاده کنین، اگر پوست مشتریتون خشک بود حتما با یه کرمی که خیلی رقیقه ترکیبش بکنین. میتونین اونو با اورئال، مثلا این نوع اورئال که درش این رنگیه، بی رنگی ترکیب کنین، چون این خیلی رقیقه. خط چشمشون مارک مک میتونین ترکیب کنین. یه پالت روژ لب خوب معرفی کنید. ببینید پالت روژ لب هم میتونی فور ایور خوبه، هم جیکت خوبه، همین هم که آناستازی خوب قیمتش خیلی بالا تری تو قیمت مناسب بکنید، هم فور ایور خوبه هم جیکت. ممنون عزیزم. روژ مدادی هم مارک لچیک میتونین استفاده کنین، برند خوبی هست. بله عزیزم لایف سیف میشه. اسم سایش و مدل گوشه تیره هستش. کرم پودر استیلاده رو با یه کرمی که رقیق هست مثل اورئال از این در شیشه یا میتونید ترکیب کنید.
جونسون کرم فور ایور رو میتونیم با کاتریس ترکیب کنیم؟ بله، کاتریس رو کلا با هر چیزی میتونیم ترکیب کنیم. خیلی بیشتر مناسب پوستای باسک چرب، چون کاتریس اون که رقیقه، ولی یه ذره زود کرم پودر خشک میکنه. پرسیدن که میشه دوتا کرم پودر قیمت مناسب بگید که هم برای پوست سفید و هم سبز استفاده کنی؟ ببین عزیزم، کرم پودر ربطی نداره که مارکش چی باشه، برای سفید رو تیره. اگه قیمت مناسب میخواین که به نسبت هم خوب باشه، فوراور 52 که این هم از سفید سفید داره تا تیره، این دیگه ربطی نداره که مثلا بگی یه کرم پودر بگین که رنگش روشن باشه. همه برندا از رنگ روشن تا تیره رنگ بندی دارن. پرایمر دور چشم میشه معرفی کنی؟ ببین من خودم پرایمر برای دور چشم اصلا نمیذارم، یه چیز ضروری نیست. میگم پوستم خیلی سفیده، هر کرمی میزنم تیره میکنه، یه کرم پود برای مصرف شخصی برای معرفی کنی؟ همین فوراور مصرف شخصی، قیمتش هم مناسبه، از رنگ روشن روشنم داره تا تیره. لات کانتور خوب چرب، اگه بخواییم برند فور ایور خوبه. مرسی عزیزم. روژ لبش برند صافون بود، ببخشید خط لبش برند صافون بود. روژ لبش رو چه برندی زدین؟ حالا چون این پیدا نمیشه خودمونم یه دونه به صافون پیدا کردیم، من اینو معرفی نکردم، چون که اینو گرفتی بعدش هم دیگه پیدا. بچه این یه برند متفرق است ولی خیلی خوش رنگه. خیلی ممنون، مرسی از پیامای خوبتون. خب بچه ما لایو رو سیف میکنیم، بازی درس امروز هم منتظرتون هستیم ساعت 2 تا 4. داخل چشمش هم با مداد کیکو روشن کردیم. خب روز خوبی داشته باشین، فعلا خداحافظ.